آقای دکتر سهراب بالید و متاسفانه از بد روزگار به شناخت افراسیاب کینتوز تورانی درآمد. افراسیاب کینتوز هم دارد از سهراب محملی میسازد برای تاختن به ایران. ادامه قصه رو میشنویم. افراسیاب به جادویی و به شیوه های نهانی سهراب را شناخت. پس دو سردار نامدار تورانی را که هومان و بارمان نام داشتند به سمنگان گسیل داشت با سپاهی که 12,000 تن اون را می ساختند و می آراستند. سهراب هم که جوانی خام بود و جویای نام، شکفت جان، خوشنود، سرمست از این که میتواند فرمانده سپاهی چنین باشد، به سوی ایران تاخت. او بخواست که کاووس را از تخت به زیر بکشد در ایران، در توران افراسیاب را به این کین و دشمنی دیریاز در میان ایرانیان و تورانیان پایان بدهد، رستم را بر تخت فرمان روایی ایران زمین بنشاند. پس از ایران آغاز کرد تا رسید به مرز میان ایران و توران، به جایی که مانند هر بخش مرزی دیگر دژی ستوار و بلند در آن افراخته شده بود، دژ سپید. آوازه در افتاد که سپاهی از توران آمده است. فرمانده دژ سپید سالاری روزگار دیده و کار آزموده بود به نام هجیر یا هجیر از گودرزیان. ما میدانیم که دودمان گودرز در شاهنامه دودمانی یل و تحم و نیرمند. همه پهلوانان بزرگ و نامدار به گونه ای با این دودمان در پیوندند. پس وابستگی به گودرزیان میتوان گفت برابر است با دلیری، هراس، ناشناسی، جنگاوری، گوی. پس هجیر به هیچ گرفت در آغاز سهراب را، از دژ سپید به زیر آمد. می انگاشت که در نخستین دیدار او را در هم خواهد کوفت و از پای در خواهد آورد. از این روی هنگامی که سهراب نام او را از وی پرسید، وارونه آیین و رسم و راه پهلوانان که نام خود را به هم آورد نمی گفته اند آشکارا خود را به او شناسانید.